مردم خشمگین لردگان هیئت کارگزاران رژیم را مورد حمله قرار دادند و با سنگ شیشه ها و در خودروی آنها را در هم شکستند. آنان وزیر بهداشت رژیم را با مرگ بر وزیر بهداشت فراری دادند. جوانان خشمگین بصره کنسولگری رژیم آخوندی را در هم کوبیدند. در شهر نجف مردم به پا خواسته نیروهای سرکوبگر وابسته به رژیم آخوندی را هدف حمله قرار داده و فراری دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سخنگوی وزارت کشور عراق گزارش داد 104 تن طی 6 روز تظاهرات های ضد دولتی در بغداد و جنوب کشور کشته و بیش از 6000 تن مجروح شدند. حسین امیدیان جانشین بنیاد ضد خاتم الاوصیا در استان البرز نگرانی ولی فقیه را از قیام مردم عراق ابراز کرد و گفت ماجرای این روزهای عراق بسیار شبیه اتفاقات فتنه سال 88 در ایران است و با اندک تلاشی می توان حتی افراد متناظر با فتنه 88 را در این جریان نیز مشاهده کرد. افراد مسلح به ایستگاه‌های تلویزیونی در بغداد حمله کردند. شبکه تلویزیون العربیه مدت‌ها بود که پیام‌های تهدیدآمیز دریافت می‌کرد.